تلگرام ها داریم، هر کی که عضو نیست، اسمش فیزیک 12 ریاض تجربی پاکان، اینو حتما عضو بشید همتون. لینک میک ندارم بفرستم. خانم سوگند ادمینشه. سوگند کدوم سوگنده؟ تو این کلاسه؟ آره سوگند، این مسئولیت بر عهده توه دیگه. مرسی. کسی تو این گروه نیست به ایشون پیغام بده ایشون عضو کنن. منم ادمین کن لطفا. خب یه ذره این سوالای تمرینه تایفست رو با هم بررسی کنیم. یه چند تاش هست که فنیه، اون رو همین الان حل میکنم تا حالا به قولی حل شده شو براتون بفرستم و آغاز فصل دوم دهم داشته باشیم. سوال پنج، سوال پنج، خانم‌ها گزینه چند زدن اینو؟ دو کره فلزی آبی چگالی‌هاشو دادیم، اینم اشکال تایپیش بودا. اگر شعاع کره آ دو برابر شعاع کره بی باشد، جرم کره آ چند برابر جرم کره بی؟ گزینه بله، گزینه چهار، گزینه چهار کاملا درست می‌فرمایید. من یه دو تا سوالش هست مهمه، اینا رو بررسی کنم. یکی از سوالای مهم ما سوالات مربوط به نمودارشه، سوال 17 و سوال 18. با دقت ببین، میگه نمودار تغییرات جرم بر حسب حجم برای دو جسم آبی به صورت زیر باشد. اگر چگالی جسم آ باشه 20، حجم شمشی از جسم بی به جرم 600 گرم چند سانتی متر مکعب؟ این سوال در اصل دو تا سواله. میگه اگر چگالی جسم آ برابر باشه با 20، سوال اول اینه چگالی جسم بی چنده؟ چگالی جسم بی چنده؟ خب شما چگالی جسم بی رو به دست بیاری، بعد میگه حجم شمشی از جسم بی به جرم 600 گرم چند سانتی متر مکعبه، شما چگالی مادر داری. من یه تیکه از این ماده رو برداشتم، وقتی میگم شمش یعنی یه مکعب مستطیل. حالا من یه مکعب مستطیل از این دارم از ماده بی 600 گرمه، از اون پرسیدن حجمش چقدره. شما حجم یک جسمی رو میخوای حساب کنی، از رابطه چگالی میخوای به دست بیاری، باید جرم رو تقسیم کنی به چگالی. جرمش هست 600 گرم، یه تیکه از این ماده داری جرم 600 گرمه. من میگم این تیکه 600 گرم یه حجمش چنده، پس نیاز داری چگالی ماده بی رو به دست بیاری. حالا اینو بذار کنار، این عدد 600 و اون شمشو بذار کنار، بیا تو نمودار. دو تا خط کشیده، میدونی شیب این نمودار نشان دهنده چگالی مونه. به شما میگم چگالی جسم آ 20، چگالی جسم بی رو میخوام. خب یه تیکه از این نمودار رو باید ورداری که جرم و حجمش داشته باشی. اون یه تیکه رو اینجا انتخاب میکنم، میگم خب جرمش هست ام، حجمش هست 50، یا نشد این نشد، ام 50 به درد من نمیخوره که، ام چنده؟ میگم آها بریم بس از چگالی جسم آرده کمک بگیریم. این ام جایگاهی تو نمودار داره که با محوری که برای بی هم هست مشترکه. الان ام تقسیم بر 25 چگالی جسم آ رو میده. چگالی جسم آ میشه ام 25، و شما متن سوال به گفته چگالی جسم آ هست 20 جا گذاری میکنی، طرف این وسط این کنیم، اینجا ام به دست میاد. دوتا 25 تا میشه 50 تا، یه صفر هم بذار جلوش میشه 500 تا.
پس من مجهول نمودار رو در آوردم. حالا بهت میگم چگالی جسم بی چنده؟ یه تیکه از این نمودار رو برمیدارم، جرم تقسیم بر حجم میشه 500 تقسیم بر 50، ایزی جواب میشه 10. حالا که چگالی جسم بی رو به دست آوردی، بهت میگم یه تیکه از جسم بی رو من دارم که جرمش هست 600 گرم، حجمش چنده؟ وی مساویس با ام به روی رو. یه تیکه دارم 600 گرم، چگالی هم فهمیدم 10. اینا اگه به هم تقسیم کنیم جواب ما به دست میاد، 600 تقسیم بر 10، 600 تقسیم بر 10، ایزی جواب ما میشه چند؟ 60، یعنی گزینه 1. 60 یعنی گزینه 1. تا اینجا درست؟ بسیار خوب، بسیار خوب و بسیار خوب. این خانم زینب افسری پارسا تو های مدرسه بودی؟ پس من اشتباه گرفتم، شما با یکی دیگه. یه بار دیگه بگم، یه بار دیگه سوال ببین. نمودار جرم بر حسب حجم داده برای دو جسم A و B. چگالی جسم A 20، میگم یه تیکه از جسم B من دارم 600 گرم، حجمش چنده؟ شما از رابطه چگالی میخوای حجم به دست بیاری، باید M رو تقسیم بر رو کنی. M تقسیم بر رو، جرم 600 گرمه، میگم حجمش چنده؟ یه خود چگالیشو بهم بده، چگالیشو بهم بده، چگالیشو بهت میگم بهم بده. رفتم سراغ نمودار. نمودار جرم تقسیم بر حجم داده، اصلا اون 600 گرم بذار کنار. گفتم الان این نمودار جسم بیه، آره؟ یه تیکه از اینو بردار 600 رو گفتم بذار کنارا که بتونی جرمشو تقسیم بر حجمش کنی. جرمش یه تیکه برداشتم امه، حجمش 50. خب این به درد من نمیخوره امو تقسیم بر 50 کنم. گفتم بیاین امو حساب کنیم، از نمودار آ کمک میگیریم، از نمودار فلز آ کمک میگیریم که وقتی من به شما میگم چگالی جسم آ هست 20، هر جرمیشو تقسیم بر حجم بکنیم باید بشه 20. یه تیکه از اینو برداشتم، ام 25 میشه 20. پس این ام فهمیدم 500. حالا که فهمیدم ام 500، چگالی جسم بی به دست میاد. چگالی جسم بی رو میتونم حساب کنم، 500 تقسیم بر 50 میشه 10. حالا که چگالی جسم بی به دست آوردم 600 گرمش، میفهمم که تقسیم بر 10 میشه 60 سانتی متر مکعب. اوکی؟ بسیار خوب. دهم اینجا بودم، خب از یازدهم نبوده دیگه. آفرین خواستم اینو بشنوم، به حافظم شک کردم. پارسال مشفه، بله. خب این شد سوال 17. سوال 18 هم دقیقا همین شکلی حل میشه. خانم اگه 17 ایجا رو حل نکرده بودن، یک بار دیگه رو 17 بار 18 رو ناکن، ببین این اوکی باش یا نه. من جواب اینا رو دیگه براتون میفرستم. بریم سراغ فصل دوم. فصل دوم ویژگی های ماده. بیست و یک، بیست و یک دیگه پرسیدی دیگه، بعد داستانو باز کنم. ببینید عزیزان من، ما دو مدل سوال داریم، دو مدل سوال داریم در مورد اجسامی که بحث ذوب کردن مطرح میشه. یه مدل هست، یه مدل هست من یک جسمی دارم
یه جسمی دارم، این جسم رو میام جسمی را ذوب میکنیم، جسمی دیگر با آن ماده میسازیم. مثلا من یه کره دارم به شعاع آر، کره رو ذوب میکنم، میرم یه استوانه درست میکنم، میرم یه مکعب درست میکنم. این خمیروازی، مثلا یه خمیر داری شما دستته، یه استوانه باش درست کردی، بعد دوباره اینو میای خرابش میکنی، میره باشه کره درست میکنی. توی این سوالایی که جسمی رو ذوب میکنه و جسم دیگه درست میکنه، بچه ها حجم برابر میمونه، حجم جسم اول و دوم برابره، جرمم برابره، خب چگالی هم که قطعا برابره. اما کلید حل این سوالا، یه جسمی رو ذوب میکنه یه جسم دیگه با همون درست میکنه، حجمه که یکسانه. حالا اینو دیدی؟ یه مدل دیگه ما داریم از مادهی خاص، این برای این نمی نویسه، از مادهی خاص چند جسمه، از ماده خاص چند جسم مختلف بسازیم. بچه این خط من اینجوری، تفسیره اینا، این یه چیز نیست، چهار تا نمی‌نیست. از ماده خاص، از دور بزنم؟ نه جلوش داره باشی، از دور بیشتر بزنم؟ بودم میزنیم خیلی عذاب. این مردم همینجوری هیدم عذاب میشه. خب از ماده خاص چیه نمیشه چند جسم مختلف بسازیم. مثلا من میگم من کلی آهن دارم، حالا با این آهن میتونم یه پایه میز درست کنم، میتونم یه کره کوچولو درست کنم، میتونم یه میز بزرگ درست کنم. یه جنس خاص، چند تا جسم مختلف میرم باهاش میسازم، دیگه جرم برابر نیست، حجم برابر نیست، نسبت جرم به حجم برابره. تو این سوالا چگالی ماده ها با هم فقط برابرن، نسبتاش نسبت جرم به حجم. اما اگر جسمی رو ذوب کنم جسم دیگه ای بسازم با اون حجم برابر. الان سوال 21 که از من پرسیدی، قسمت دوم است، با ذوب ام گرم از عنصری یه کره توپر به شعاع آر ساختیم. اگر بخوایم از همین ماده یعنی چگالی برابر، استوانه به شعاع فلان، ارتفاع فلان بسازیم، جرم مورد نظر چند امه؟ پس چگالی ها با هم برابرن، چگالی کره با چگالی استوانه برابره. خب حالا شما که فهمیدی چگالی ها با هم برابرن، نسبت جرم به حجم برابره. جرم کره هست ام، حجم کره، کره ای به شعاع آر گفتم حجم رو حفظ باش، 4/3 پی آر 3 بفرما، 4/3 پی آر به توان 3، 4/3 پی آر 3 اون بر مساویست با
جرم استوانه رو اسمشو میذارم امپیرین جواب سواله. به شما میگم جرم این چند امه. استوانه حجمش هست پی آر دو پی آر دو اچ. استوانه حجمش هست پی آر دو اچ. شعا رو میذاری دو آر، ارتفاع رو میذاری آر دوم پی. خب حالا چم دو آر باید به توان دو برسه، میشه چهار آر دو، ارتفاعش هم هست آر دوم، آر دوم. حالا 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 منو ببین، این پی با این پی خط میخوره، این آر به توان دو ضرب در آر میشه آر به توان سه. آره این دو رو با چهار میتونی ساده کنی، یه دو اینجا واسط میمونه. سمت چپ تساوی، ام به روی چهار سوم، دور در دور، نزدیک در نزدیک بشه میشه سه ام چهارم، مساویس با ام پریم. ام پریم من زنگ بعدی قطعا با سرفیس هم درس میدم چون نمیشه دیگه. ام پریم به روی یه دو تو مخرج مونده، این دو هم با چهار اگر ساده کنم، متن سوال از من پرسیده جرم مورد نیاز چند امه، جرم مورد نیاز رسول باشم ام پریم میشه سه دوم ام، سه دوم ام یعنی یک و نیم ام. اوکی؟ مرینا سوال کدوم بود؟ همون آب و یخه بود؟ بسیار خوب. پاس بدیم؟ چی؟ تخته رو بررسی کنیم؟ بررسی نه، همین جوریه دیگه. اون موقع من تلفن زده گفتم اونجور نگیرم. من برهان اندیشه داستان دارم. خب سوال پرسیدن. دو مدل سوال می نویسم، با دقت گوش کن. دو مدل سوال می نویسم با دقت گوش کن. مدل اول، ببینید این مبحثی که میخوام بگم دلیلش رو تو فصل گرما میگم، تو انبساط غیر عادی آب. فعلا فقط یک جمله میگم من قبول میکنیم. ببینید عزیزان من، اگر آب بشه یخ، آب بزن فریزر بشه یخ، حجم زیاد میشه. مثلا یک لیوان فلزی بردار، دیدین همون قالب یخ رو دیدین، داخل فریزر میزنه یخ میزنه، دیدین سطح روش برآمده میشه. پس آب وقتی یخ میزنه حجمش زیاد میشه. یخ اگر آب بشود حجمش کم میشه. اما نکته‌ای که ما داریم، جرم ثابت میماند، جرم ثابت میمونه. در جرم ثابت حجم کم و زیاد میشه. در جرم ثابت حجم کم و زیاد بشه، چگالی هم کم و زیاد میشه. چرا لیوان شربت میذارن جلوت یخ رو قرار میگیره؟ چون آب یخ زده حجمش زیاد شده و تو میدانی رو مساوی است با ام به روی وی. در جرم خانم، در جرم یکسان وقتی حجم زیاد بشه چگالی کم میشه. رو همین حساب اون یخ روی آب قرار میگیره. تا اینجا درست؟ حالا سوال
حالا میدینا من چت تو رو چجوری پیدا کنم؟ مرسی که کمکم کردی. خب مقدار آب و یخ، سوال بچه ها، به جزوه، به ته جزوه اضافه کنید، به ته جزوه خانم ها اضافه کنم. مقداری در مخلوطی از آب و یخ، در مخلوطی از آب و یخ، مقدار یخ ذوب می شود. مقداری یخ ذوب می شود. حجم مخلوط 5 سانتی متر مکعب کاهش می یابد. به شما میگم جرم یخ ذوب شده چنده؟ جرم یخ ذوب شده چند گرمه؟ آخر سوال دقت کن، چگالی آبو به شما داده 1 گرم بر سانتی متر مکعب، چگالی یخو به شما داده 0.9 گرم بر سانتی متر مکعب. خب همین الان به شما گفتم آب یخ بزنه، یخ بشه آب، آب یخ بزنه، یخ اگر آب بشه حجم یکسان میمونه. اصخایی میکنم جرم یکسان میمونه، درسته؟ حالا وقتی که چه بدکت شدیم این یه دکمهش آنه نه؟ یه لحظه بچه به من فرصت بدی من یه چیزی رو چک کنم. این ناکن ببین ناکن این من اینجوری میکنم خودش گرد میکنه، این دکمهش میخواه آنه آفشه. یعنی بعد می‌نویسم اینجوری میشه، فارسی نیستیم خودش از خودش خلاقیت رو خرج میده. یعنی بچه اول درستان قدش از من بهتره. آره فهمیدم، ولی اینو باید چک کنیم ببینیم. نمیدونی من میدونستم کجاست، الان نمیدونم. بذار زنگ طرف قشنگ صرف بزنیم. من زنگ شما با صرف سرس نوازیم درت اطلاع گفتم اطلاع بدم. خب پس نکته‌ای که هست در مخلوطی از آب و یخ مقدار یخ ذوب میشه، حجم مخلوط 5 سانتی متر مکعب کاهش پیدا میکنه، جرم یخ ذوب شده چنده؟ بچه ها جرم ثابت میمونه و شما میدانید اگر آب به یخ تبدیل بشه حجم زیاد میشه، یخ به آب تبدیل بشه حجم کم میشه. یخ به آب تبدیل بشه حجم کم میشه. وقتی میگه مقدار یخ ذوب میشه، خب مجموعه قطعا باید حجمش کم بشه، درست شد؟ پس من اون آبو کار ندارم، من فقط یخه رو کار دارم. یه تیکه یخ ذوب شده، حجم 5 کم شده، معلومه دیگه. پس من برای شما می‌نویسم حجم اون یخه منهای حجم آب مساوی با 5. حالا از رابطه چگالی هر چجوری حساب میشه؟ ام به روی رو، ام جواب سوال به روی چگالی یخ که هست 0.9، منهای ام جواب سوال به روی چگالی آب که هست 1، ام که همونه دیگه، ام به روی رو، ام به روی رو مساوی با 5. خب مساوی با 5، ام به روی 0.9 دور در دو نزدیک در نزدیک، یعنی 10/9. چی گفتم؟ ام به روی 0.9 دور در دو نزدیک در نزدیک میشه 10/9 ام منهای ام. دقت کردی؟ 10/9 ام منهای ام، یعنی یه دونه ام، یعنی 9/9 ام. 10/9 منهای 9/9 میشه 1/9، 1/9 ام شده 5. پس ام
یه طرف این وسط این ایزی میشه 45. اوکی؟ تا اینجا درست؟ حالا یه سوال من اضافه میکنم به یه سوال من به شما میگم از همین قشر یه سوال من میگم به شما میگم به کمک ذوب مقداری یخ میخواهیم ظرفی به گنجایش 2700 سانتی متر مکعب را پر کنیم. حجم یخ مورد نیاز دوباره چگالی آب رو به شما دادن، یک چگالی یخ رو به شما دادم 9 دهم. به کمک ذوب مقدار یخ میخواییم ظرفی به گنجایش 2700 سانتی متر مکعب رو پر کنیم. حجم مورد نیاز یخمون چقدره؟ خب بچه ها به من جواب بدن، اگر یخ آب بشه حجم چی میشه؟ کم میشه. مرسی. پس من وقتی یک ظرف دارم گنجایشش 2700، من باید بیشتر از 2700 داخل این بریزم، بیشتر از 2700 سانتی متر مکعب باید یخ بریزم که وقتی این ذوب میشه بشه 2700 تا. ذوب میشه هر کم میشه دیگه، یعنی این قسمت برآمده به میره، این لبریز بشه. اما آب یخ بزنه، یخ آب بشه، جرم ثابته. پس من اون یخی که دارم راجبش بحث میکنم، جرم اون یخی که اینجا ریختم با جرم آب شدهش برابره. حالا از رابطه چگالی میخوام جرم رو حساب کنم. رو سالیس باید به روی ام میشه رووی، یعنی روی یخ، که هست 9 دهم ضرب در وی یخ، حجم یخ مورد نیاز، جواب سوال مساوی با جرم، مساوی با چگالی آب ضرب حجم آب. چگالی آب 1، حجم آب چنده؟ وقتی یخ ذوب شده حجمش میشه 2700 تا. بفرما، اینم 2700 تا. حالا ایزی میریم ساده میکنیم، این 9 با 2700 میذارم میشه 300. 10 هم ضرب کن ببر بالا، حجم یخ مورد نیاز ما، متوجه میشویم که 3000 سانتی متر مکعب. 3000 سانتی متر مکعب میریزی ذوب میشه میشه 2700. گرفتین این مدل سوالا رو؟ اوکی است؟ الیا تو رشد ریاضی بود؟ خانم الیا زاره الان اومدی؟ چه دیر اومدی بس؟ بسیار خوب، ساعتم خواب کن، آخرش یه بار دیگه. ما یه ظرفی داریم حجمش 2700، میخوام به کمک ذوب یخ اینو پر کنم. خودتون قبلش بهم جواب دادی، گفتین آقا یخ اگر ذوب بشه حجم مجموعه کم میشه. پس من اگه قراره این لیوانو پر از آب بکنم،
خواهم به کمک ذوب یخ یعنی پر آب بکنم، باید از حجم و گنجایش این لیوان بیشتر داخلش یخ بریزم که وقتی ذوب میشه این بشه لبریز. اما جرم یکسانه، چه یخ آب بشه چه آب یخ بزنه جرم یکسان میمونه. و از رابطه چگالی رو مساویس با ام به روی وی، ام میشه رووی. رووی یعنی چگالی یخ زد در اون حجم یخی که ریختیم مساوی با چگالی آب زد در حجم آبی که خواهیم داشت. چگالی یخ 9 دهم، حجم یخ جواب سوال. چگالی آب 1، حجم آب حجم ظرف 2700. دیگه محاسبه دیگه، 9 و 2700 300، 10 رو ضرب کردم برام بالا، وی اف شد 3000. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فصل دوم، ویژگی های ماده. ما از این برای شما 3 تا سوال داریم و خیلی بحث مهمیه، بحث مربوط به ویژگی ماده. یه ذره بحث لولایی و شکلش بد قلق اول برای همه، اما تمامی مورداشو بهتون میگم، این مورد بسیار آسون میشه و این اصلا کنکور 1400 گذشت این سوال جزو من در کنکور بود برای بحث ویژگی ماده. رو همین حساب سال بعدم قرار همین اتفاق دوباره بیفته و حرفه‌ای و مخصوص برو جلو درست نابود بکنیم. اولین موضوعی که تو این فصل بحث دار بکنیم، بحثی که از علوم نهم به شما گفتم، بحث مربوط به فشار جامدات. فشار رو بخواییم حساب کنیم، فشار یک نسبته، نسبت نیروییه که به طور عمود به مساحت زیرش وارد میشه. این علامت تیه برعکس یعنی عمود. اجسام جامد در حالت عادی نیروی وزن به سمت پایین وارد میکنن. مثلا من به شما میگم من 70 کیلو هم، 72 کیلو هم، وزنی که به سمت پایینه 72 ضرب در 10 میشه 720. حالا من میتونم فشارهای مختلف به سطح زیر وارد کنم. اگر برم دراز بکشم یه مساحت خیلی زیادی خواهم داشت و فشار کمه. بشینم یه جور دیگه، وایسم فقط به اندازه دو کف پا، برم رو پنجه وایسم باز فشار بیشتر میشه. رو یه پا وایسم همین از ناحیه زانو گوزگه با احساس میکنم فشار داره بیشتر میشه. وزن عوض نشده، مساحتی که داره کم و زیاد میشه. پس نتیجه میگیریم فشار با اون نیرویی که وارد میشه رابطه مستقیم داره، با مساحتش رابطه عکس داره. حالا نیرو حتما بر حسب نیوتن، مساحت بر حسب متر مربع. به هر یک نیوتن بر متر مربع ما میگیم یک پاسکال. این جرمی هم که اینجا نوشتم، جرم کل، جرمی هم که اینجا برای شما گذاشتم جرم کل. یعنی چی جرم کل؟ مثلا من به شما گفتم 72 کیلو هم، اگر یهو مثلا یه کوله برازم پشتم 3 کیلو باشه، شما باید 75 من در نظر بگیریم. مثلا یه گاری داریم یه بار روش میذاریم، کل در نظر میگیریم. یه اتومبیل داریم 4 تا آدم 100 کیلو میشینن رو، 400 کیلو باید به اون اضافه کنیم. حواسمون به این موضوع جمع باشه. حالا چی میخواستم بگم؟ آها، اگر مساحت زیر رو بر حسب، خیلی زیادی کار میکنن، بر حسب سانتی متر مربع به شما داده بود، خواستیم تبدیل کنیم به متر مربع، سانتی 10^-2. چون توان دو داره یه ضرب در دو هم میشه. سانتی متر به متر 10^-2. سانتی متر مربع به متر مربع 10^-4. تا اینجا درست؟ خب بریم سراغ حل سوالات. سوال اول، میزی به جرم 36 کیلوگرم دارای 4 تا پای است. اگر مساحت هر پایه میز برابر باشه با 4.5 سانتی متر مربع، فشاری که پایه ها بر سطح افقی وارد میکنن چند کیلو پاسکال؟ چند کیلو پاسکال؟ خب ما میدونیم ایزی با
باید بریم جرم و ضرب در گرانش کنیم تقسیم بر مساحت. جرمش هست 36 کیلوگرم، گرانش برای ما 10. مساحت هر یک پایش هست 4.5. من میگم پایه ها، فشاری که پایه ها یعنی 4 تا 4.5، 4 تا 4.5 میشه 18. عدد دقت میکنیم، سانتیمتر مربع، 18 سانتیمتر مربع. به متر مربع باید ضرب در 10 به توان منفی 4 بکنیم، یعنی 18 ضرب در 10 به توان منفی 4. آره؟ حالا 36 18 همه ما میشه 2، 10 به توان منفی 4 میره بالا مثبت میشه، ضرب در 10 بالا، 10 به توان 5، البته بر حسب پاسکال. چی میگه؟ کیلو پاسکال. یه تقسیم بر 1000 بعد بکنیم، 3 تا 0 اینو میگیریم، جواب ما میشه ایزی 200 کیلو پاسکال. 200 کیلو پاسکال. تا اینجا درست؟ شخصی بچه کپی کردین یا نه؟ به من گیر داده بودین کل جزوه رو بده، کل جزوه رو بده. بله و چی؟ بله و بلا. شخصی روی سطحی پر از میخ دراز کشیده بشینه چی میشه؟ اینو باید با آزمایش ببینیم که چی جوری میشه. این توضیح نداره، من سوال رد میکنم اگه خواستیم بعدن. آقا من تصویرم پرید آیه، من تصویر اینجا پرید، تصویر خودم اینو بزنم کلم پرید، صدا مرم نیست. نه الان وصلا، چون چطا داره میاد، بزنم میاد. شما این چی رو شیر کرده بودی؟ از اون میشونی همه چقدر چیزی نشد. اول جزوه میدادی خب حالا فرده میکنم اینه صدا از اون بره لعنت به کرونا. اوکی دیدیش مونده من دیگه چیز رو شیر کن جز بده برای بری میرم بالا آن باید میرم صدا نه دی صدا با همینه صدا دارم صدا من نمیدی با اون میدی آره پس کن کسی جواب نمیده شاید این چت پایین نیست نه بچه صدا من دارین صدای من کسی جواب نمیده الان دیگه باید جواب نمیده صدا تنها صداست که میماند خب بکن نمیشه حضورشه بابا خدا چی بابا 15 نفر 14 نفر دوتاش که خودم هم میشه 12 یه نفر هم خیال به بزرگی بزرگتر حیات استان البرز حداقل برای عرصه پاکان بریم دل میده سن درست کنی والا چه جوریه مسافرت دارم میرم کنسرت میرم بعد والا داره تعطیل میشه تالارم بستم خب خدا رو شکر بس دیگه عرصه نرسی کنسل همه جا فعلا خب الحمدلله خب
داشتم میگفتم شخصی رو سرد پر از میخ دراز کشته بشینه چی میشه؟ ها؟ بهم جواب میدی؟ فشار بیشتر میشه، چیزی نمیشه. ای میری نارگی کلاس حضوری بود بهت میگفتم فشار بیشتر میشه، خیلی بد میشه و احساس درد بیشتر. آره؟ به دلیل افزایش فشار یا کاهش سطح. افزایش فشار یا کاهش سطح. این از این، این از این. بریم صفحه بعدی. مکعب مستطیلی به ابعاد 20 در 10 در 5 از ماده به چگالی 8 ساخته شده و میتونه روی همه وجهای خودش روی یک سطح افقی قرار بگیره. به شما میگم نسبت بیشترین فشار. چی گفتم؟ نسبت بیشترین فشار به کمترین فشاری که جسم به سر وارد میکنه چقدره؟ نسبت من هست صدام، صدا و تصویر هست، هست صدا چی میکنست؟ هست؟ اوکی اوکی نسبت بیشترین فشار به کمترین فشار چنده؟ خب بچه ها، یه مکعب مستطیل رو من وردارم وجه‌های مختلف روی سطح افقی قرار بدم، جرم ثابته دیگه، جرم ثابته، اون مساحت است که عوض میشه. کی بیشترین فشار وارد میشه؟ موقعی که کمترین سطح رو داشته باشه. باریکلا، مرسی. کی کمترین فشار وارد میشه؟ موقعی که بیشترین سطح رو داشته باشه. آره؟ پس نسبت نیروی وزن W به مساحت مینیموم، دوباره W به مساحت ماکسیموم. فشار ماکسیموم، مساحت مینیموم باید بذاریم، فشار مینیموم، مساحت رو ماکسیموم باید بذاریم و در دو حالت وزن یکسان ساده میکنم میره. دور در دور، نزدیک در نزدیک بکنم، اون مساحت ماکس میاد بالا، مساحت مینیموم میره اون پایین. مساحت ماکس 5 در 10 در 20 موقعیه که 20 ضرب در 10، مساحت مینیموم 5 ضرب در 10 در 20 موقعیه که 10 ضرب در 5 داشته باشیم. پس این 10 رو با این 10 ساده میکنم، 20 پنجم جواب میشه 4 برابر. یک سری حجم داریم، اصطلاحاً بهشون میگیم احجام منشوری. اینا چی هم؟ به حجمهایی که به حجمهایی که از رابطه وی مساویس با آ ضرب در اچ به دست آید. یعنی چی؟ آ ضرب در اچ یعنی حجم‌هایی که از مساحت کف ضرب در ارتفاع به دست میاد. حجم‌هایی که مساحت کف ضرب در ارتفاع. میتونی مثال بزنی برای من؟ چه حجم‌ها اینجوریه؟ مساحت کف ضرب در ارتفاع. ها؟ استوانه. بسیار همانه. پی آر دو اچ. بله. دیگه مخروط، نه استوانه مخروط یعنی چی؟ مخروط یک سوم پی آر دو اچه. اون یک سوم خراب کرد دیگه، برای چی یک سوم؟ خود منشور، بله، یه مثلثی از پایین تا بالا کشیده میشه دیگه. مکعب یک ضرب توانسته، خب همون مساحت کف رو در ارتفاع کردیم دیگه. مکعب مستطیل هم هست دیگه. آره؟ طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع هم همینه دیگه. حالا من برای احجام منشوری میخوام روابط و شخ بزنم، یه رابطه بکشم بیرون.
یعنی صرفاً فشار اجسام منشوری که خودتونم الان مثال زدید ازش، فقط صرفاً فشار اجسام منشوری میتونه بحث کنیم. گفتیم فشار از رابطه ام جی به روی آ محاسبه میشه، ام جی به روی آ. از رابطه چگالی به جای ام من میتونم بنویسم رووی، پس ام جی به روی آ به جای ام مینویسیم رووی، میشه رووی جی تقسیم بر آ. اشکال نداره به جای ام نوشتم رووی. صرفا دارم راجع به اجسام منشوری صحبت میکنم. اجسام منشوری هم گفتم به حجم هایی میگیم که حجمشون از رابطه مساحت کف ضرب در ارتفاع به دست بیاد. پس من الان به جای وی میخوام بنویسم آهاش، به جای وی اگر آهاش بذارم میشه رو آهاش، رو آهاش جی، رو آهاش جی تقسیم بر دوباره آ. اینجاست که آ با آ ساده میشه، برای من رابطه ای که میمونه هست رو جی هاش، که بدونی که فشار مایعات هم همینه، اثباتش هم همینه، رو جی هاش فشار اجسام منشوری. چگالی و زد گرانش میکنیم، زد ارتفاع تمام تمام. حالا وقتی من به شما برگشتم میگم که من مکعب مستطیلی دارم به ابعاد فلان از ماده با چگالی فلان ساخته شده نسبت بیشترین فشار به کمترین فشار، اینقدر در دست نمیخواد زیر بکشیم. یعنی شما میدونی مکعب مستطیل یک جسم منشوریه، وقتی مکعب مستطیل یک جسم منشوریه تو نسبت فشار ماکسیموم به فشار مینیموم میخواستی حساب کنی، میگفتی آقا این هست رو جی هاش ماکس میذاریم به رو جی هاش مینیموم. خب چگالی و گرانش که یکسانه، ارتفاع ماکسیموم 20، ارتفاع مینیموم 5، ایزی جواب میشه 4. تمام تمام. پس یادمان بماند در مورد اجسام منشوری داریم صحبت میکنیم، مکعب، مکعب مستطیل، استوانه، خود منشور، فقط از رابطه روجیهاش به دست میاد. سوال کنکور 98 این اومده بود که تو تمرین تکمیلی و سوال اوله چگالی داده، گرانش داده، ابعاد داده، میگه بیشترین فشار چنده، اصلا خود بیشترین فشار پرسیده. اگه می‌خواستی از ام جی به روی آوری کلی دردسر، ولی با این رابطه کلی راحت بتونیم به جواب خودمون رو برسانیم. حالا اینه که یاد میگیری، این مفهومی که یاد میگیری بحث اجسام منشوری، مثلا سوال کنکور 92 تجربه می‌ذارن جلو دیگه، بعد خیلی سریع به جواب برسی. میگم در شکل روبرو مکعب شکل یک مشابه هر یک مکعب های شکل دوه، فشاری که مکعب های دو به سطح افق وارد میکنن چند برابر فشار حاصل از مکعب شکل یک؟ چند برابر بچا؟ 4 8 2 1. پارمیدا میگه 2 برابر. نکن ما الان این مگر الان منشوری نیست این شکلا. خب فشار شکل دو رو به فشار شکل یک، شکل دو میشه رو جی، اگر ارتفاع این با چه اچ، ارتفاع این 2h دیگه، رو جی 2h، رو جی 2h به رو جی اچ، میشه 2 برابر دیگه. بله اصل راحت هم بری همون میشه، 8 مکعبه اینجا، 8 مکعبه، 8W مساحتش هست 4A، میشه 2 به روی 2W آمون، این هم از W آمون. میگم تمام ابعاد مکعبی به ضلع آ رو این برابر میکنی، فشاری که مکعب بر سطح زیر وارد میکنه چند برابر میشه؟ گزینه بگو 1 2 3 4. تمام ابعاد مکعبی به ضلع آ را n برابر میکنیم، فشاری که مکعب به سطح زیرین وارد میکنه چند برابر میشه؟
این منشوری درک نکرده چی گفتم. بله دو برابر n برابر میشه. نکن الان این مکعبیه به ضلع آ. خب مگه منشوری نیست؟ فشارش میشه چی؟ رو جی آ. میگم تمام ابعادش رو n برابر میکنم. n آ n آ n آ n آ n آ. الان فشار میشه چی؟ رو جی ان آ چند برابر؟ ان برابر. ایزی به دست میاری. حالا من یه سوال از شما بپرسم، یه سوال دیگه از شما بپرسم. من به شما میگم که من یه استوانه دارم به ارتفاع اچ از جنس آهن. میگم یه استوانه دارم به ارتفاع H از جنس آهن. به شما میگم یک مکعب دارم از جنس آهن به ارتفاع H. این شکل یکه، این شکل دوه، این شکل سه. فشار کدومشون بیشتره؟ فشاری که به کف میارن کدومشون اصلا بیشتره؟ یک دو سه. باریکلا فشار برابر ها؟ گولق ظاهر وضعیت رو اوه آقا این خیلی گنده است، گنده است، گنده درک. وزنش زیاده، مساحت زیرش هم زیاده. جرم برابر نیست؟ نه جرم برابر نیست، گفتم فشار. منشوری مگر نیستن این ستا؟ مگر نمیشه روجی هاش میگم آهن 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 یعنی چگالی یکسان؟ گرارش هم هیچی، ارتفاع هم تاکید کردم اچ اچ اچ. الان دارید به خود کلنجار میره. اوه این خیلی گنده است. آره گنده است، جرمش زیاده. میخوای فشارش رو حساب کنی، میگی ام جی به روی آ. میگم من جرمش ندارم، چگالی آهن رو ضرب در حجم بکن، تقسیم بر ضرب در گرانش تقسیم بر آ. میگم حجمش رو میخوای حساب کنی، مساحت کف ضرب در ارتفاع ضرب در جی تقسیم بر آ. این آی که اینجاست مساحت کف، صورت رو مخرج نوشتی، میشه رو جی هاش. رو یعنی چگالی آهن، جی گرانش، ارتفاع یکسان. برای این یکی هم همینجور، مکعب هم همینجور. در کنیش احجام منشوری و فشار نسبته که برای ما اهمیت داره، خود جرم خالی نیست. گفتم من 72 کیلو، من 720 نیوتن، من فشارهای مختلف به سطح زیرم وارد میکنم. چرا؟ چون بعد تقسیم بر اون مساحتی بشه که من دارم این وزن رو وارد میکنم. مثلا روی دوشنگ فنری بری بری دراز بکشی یه ذره میره پایین، بشینی بیشتر میره. دو پا وایسا برو، یه پا وایسا به سوراخ میخواد بشن و بره پایین. نسبته این از این. خب سوال بعدی اینم حل کنیم، به یه نفس بریم بگیریم، بیایم به عنوان سوال آخر فشار جامدات. سه بار تو کنکور اومده، سه بار تو کنکور اومده. مخروط ناقصی، مخروط هم کلا تولد است، تیز میره بالا. برشه به قولی ورداشته، به قولی این که مثلا اینجا تیز بوده، اینجوری با تور زده گلدومان انجام. مخروط ناقصی مطابق شکل روی زمین قرار داره. شعاع قاعده بزرگ دو برابر شعاع قاعده کوچیک. یعنی اگر شعاع اینجا رو من در نظر بگیرم آر، شعاع این هست دو آر. مخروط رو برعکس کرده. خب همینجا نگه دار ببینم، من یه شکل رسم کنم مخروط رو برعکس کنم. بفرمایید این دو آر اومد پایین، این آر رفت بالا. مخروط رو برعکس کرده، من سوال بپرسم، مخروط رو برعکس کنم فشار چی میشه؟ مخروط رو برعکس کنم فشارش چی میشه؟ بقیه مخروط رو برعکس کنم فشار بیشتر میشه، مساحت بیشتر میشه، فشار آها فشار کم میشه. بله مخروط رو برعکس کنم فشار کم میشه. حالا قبول،
مرکوم رو برعکس کرده، گفتی فشار کم میشه. آره و وزنه روی آن قرار میدیم تا فشار وارد بر سطح تغییر نکنه. فشار وارد بر سطح تغییر نکنه. ما همین الان هممون به این توافق رسیدیم برعکس کنیم، فشارش کم میشه. چرا؟ چون مساحت زیاد شده. حالا من اومدم یه وزنه روی گذاشتم، این اتفاق نیفته. مساحت زیاد شده، مخرج کسر زیاد میشه، صورتش هم زیاد میکنیم، وزنو زیاد میکنیم. حالا یه در این صورت وزن این وزنه چند برابر وزن مخروطه؟ وزن وزنه چند برابر وزن مخروط؟ خب من اگر وزن مخروط رو W در نظر بگیرم، وزن این وزنه هم بذارم W پریم، از من در اصل نسبت W پریم به W رو پرسیده، نسبت W پریم به W پرسیده. حالا این دوتا پکیج چیشون با هم یکسانه؟ یه چیز این دوتا یکسانه چیه؟ بگی به من. مرسی الیا. فشاری که این دوتا مجموعه دارن به زیر وارد میکنن یکسانه. متن سوال گفت دیگه، وزنه روی اون قرار میدیم تا فشار تغییر نکنه. حالا شما این که خوشگل گفتین فشار اینا با هم برابره، فرمول باز کن. فشاری که چپیه وارد میکنه نیروی وزن تقسیم بر مساحتشه. مساحت این زیر چنده؟ میشه پی آر دو، دایره به شعاع آر دیگه. بفرمایید پی آر دو مساویه با بچه وزن اینا چنده؟ گفتم بعد وزن کل رو بذاریم، W به اضافه W پریم. مساحت این زیر چنده؟ پی ضرب در دو آر به توان دو، یعنی چهار آر دو. پی ضرب در چهار آر دو رو با اجازه بنویسم چهار تا پی آر دو. پی ضرب در دو آر به توان دو، پی چهار آر دو، یعنی چهار پی آر دو. حالا میتونیم با هم این پی آر دو رو ساده کنیم. میخوام ببینم W پریم چند برابر W. یه طرفی وسط این کن ببینم، چهار W مساویس با W به اضافه W پریم. W بریم بر سه W مساویه با W پریم. چی پرسید؟ وزن وزنه چند برابر وزن مخروط ناقصمه. نسبت W پریم به W ایزی جواب من میشود سه برابر. گرفتی خانم؟ بسیار خوب. بعد از این داستان میریم تو فشار مایعات، که قبل از اینکه من بخوام وارد فشار مایعات بشم، صفحه به خدمت شما عرض کنم 7 جزوه، یه سوال یک رو برای من حل میکنیم، پر شدهش هم میفرستیم. چشم. هر جلسه من یه پر شده بفرستم. الان این جزوه 27 صفحه است، یه هر جلسه باش میفرستم. مکعب فلزی، بچه سوال کنکور 98 من میخوام شما الان حل کنید و من جواب بدید. مکعب فلزی توپوری به ابعاد فلان، چگالی فلان، از طرف یکی از وحشاش تو سطح افقی قرار گرفته، بیشترین فشاری که میتونه به سطح وارد کنه چنده؟ حساب کن خانم ببینم، حساب کن، منتظرم. نری از ام جی به روی آخر کنی ها، منشوری خانوم، از روجیهاش میری. یه چیزی هم بگم، سوتی برای من سوتی نذارید، حتما باید کیلوگرم بر متر مکعب بذاری،
حتما ارتفاع بر حسب متر. حتما. بقیه. آها. مرسی. این سوال کنکور 98 بود. ایزی رو جی هاش. بچه ساعت 9 و 20 دقیقه من برمیگردم. جواب الگوزه 4. من دیگه حل نمی‌کنم. 9 و 20 دقیقه دیر نکن اینا. 9 و 20 دقیقه. 9 و 2 دقیقه است الان. باشه 9 و 22 دقیقه من میام. تشکر.